ارسال میکنه و در نهایت سید حسین حسینی تو با پا دفع کرد. یه بار دیگه استقلال تو در اختیار دارن، یه اشتباه، یه فرصت حالا برای مس. شهبازاده با پای چپ ضربش رو هم میزنه و تو پیک از کنار دروازه به بیرون رفت. بازی باید دنبال بشه. ضربه خطا رو استقلالی ها خواهند زد. سلمانی با پای چپ یه ضربه سر و چیزی نبوده بود که دروازه باز بشه. اعلام پنالتی، پنالتی برای استقلال. اینجا ببینید این مراد بود که داور اینجا خطای حامد لک رو گرفت، در حالی که توپ هم در چارچوب نبود. به هر حال ضربه پنالتی اعلام شده. ببینیم که صالح چه خواهد کرد. رضا عادل حالا سوت میزنه. صالح هردانی ضربش رو میزنه و میگیره، پنالتی رو میگیره. حامد لک اشتباه خودش رو جبران کرد. این هم پنالتی که پنالتی خوبی هم نزد انصافا، اما خب حامد لک هم به خوبی جهت توپ رو تشخیص داد. عقبتر علی محمدی، منتظر محمد، یه فرصت، آفساید نگرفته، از دروازه بیرون میاد و باز هم این سید حسین حسینیه که اونجا خوب کار میکنه. سعید واسعی پا به تو. سعید واسعی خرید جدید مسی است که حالا خوب حرکت میکنه، وارد محوطه جریمه میشه، میتونه ضربه بزنه، فرصت برای مسی و گل. گل محبی دروازه استقلال رو باز میکنه روی حرکت فوق العاده سعید واسعی. داشتم میگفتم خرید جدید مسی ها، چی خریدن مسی ها. یه پاس گل عالی و درجه یک رو میده به محبی. سعید واسعی خیلی خوب حرکت کرد، اومد با چشمانی باز محبی رو دید و کار تموم میشه اینجا. یه بار دیگه از این نما هم ببینیم. مس یک، استقلال صفر. حالا منتظر محمد از همون راه دور میخواد چیکار کنه برای رضاوند. لک بیرون میاد، یه لحظه مشت میکنه، ماشاریپوف اثر میذاره، رمضانی، بعد توپش درست جای فرود میاد که حامد لک اونجا حضور داشت. عقب علی محمدی میتونه بفرسته، یه سر توپ میزنه، به تو میده، در محوطه جریمه ضربش رو هم میزنه و توپی که برخورد میکنه به پای سیلوا. اعلام کورنر میشه برای نصر افسنجان. با پای چپ منتظر محمد خواهد زد. یه ضربه سر، یه لحظه اونجا از شهبازاده و توپی که به بیرون رفت. رضاوند هردانی میتونه بفرسته و ادامه کورنر برای استقلال. جعفر سلمانی یه ارسال برمیگردونن. سیلوا یه بار دیگه برگشت توپ از جعفری. صالح از یه بازیکن به خوبی عبور میکنه، حالا یه پاس خوب رو میفرسته. اونجا یه اشتباه میرفت که دروازه مصر رو باز کنه. رامتین سلیمانزاده سابقه یه همچین اشتباهاتی رو هم داره. رامتین همه یه نگاه ها دوخته شده به اون نقطه زمین. سلمانی یه ضربه سر و حامد لک بدون هیچ مزاحمتی. حالا توپو میفرستن مقابل دروازه و سیلوایی که یک گام کم میاره و اینکه بتونه پرتاب بلندتری رو داشته باشه حالا این کار رو انجام میده. باز هم ضربه سر فرشید باقری. حامدی فرد از پشت محبته یه شوت خوب میزنه و واکنش بهتر حامد لک رو در این صحنه شاهد بودیم. این بار پرتاب بلند جلالی. ضربه سر رمضانی، فرصت برای استقلال هست و ضربه‌ای که سخرابیان میزنه به کورنر میره. سامان تورانیان هم یکی از مدافعین جوان کرمونیست. ببینیم این توپ چه خواهد شد. فرصت اینجا برای مس. محبی میرفت که دبل کنه، اما شانس میاره این بار استقلال. میتونه توپشو بفرسته، حالا این کار انجام میده. ضربه سری که میزنن و توپ به بیرون میره و اعلام کورنر میشه. حالا محمدی و باز هم مسیحا. تیموری از راه دور
میزنه شوتش رو و توپی که در چارچوب نیست. یه برخورد کار دنبال میشه. حالا منتظر محمد حرکت میکنه. آفساید هم نیست. میره که تک به تک بشه. اون طرف یه بازیکن حرکت کرده. منتظر محمد و گل. گل گل برای مس. نصر افسنجان 2 استقلال تهران 0. حالا کار برای نکونام و شاگرداش سخت‌تر از قبل میشه. در 1/16 نهایی جام حذفی فوتبال ایران تا اینجای کار مس استقلال رو حذف کرده. عالی کار کرد منتظر محمد. یه نفوذ خوب داشت، دروازه رو دید و این بار دیگه سید حسین حسینی هم نتونست ناجی بشه. خانوم و آقا حالا در رفسنجان مسی ها رو تشویق میکنن. صحنه آهسته رو ببینید، اینجا برخوردی که پیش اومد، پاس عالی برای منتظر محمد. اینجا دیگه ببینید رفت و رفت و رفت و رفت و رفت و اینجا ضربه رو زد و تور دروازه رو به لرزه در آورد. حالا ببینیم برای ادامه کار نکونام چه خواهد کرد. برای دومین بار استقلالی ها باید از میانه میدان کار رو دنبال کنند. یه بار دیگه یه ضد حمله دوباره برای مس. پا به توپ، دو سه بازیکن همزمان جلو کشیدن، فرصت هست. اونجا دخالت میکنن مدافعین استقلال و توپی که به بیرون میره. این بار کوتاه کار میکنه. حالا میلاد فخرالدینی یه ارسال، یه قیچی برگردون. یاد برای بچه های تیم ملی فوتبال ساحلیمون افتادیم. سریع کار رو دنبال میکنه. جلالی از چپ، لک، فرصت برای استقلال. حالا گل، حالا گل برای استقلال. سیلوا، اما به نظرم اونجا خطا گرفته داور یا آفساید شد. چی شد؟ کادر فنی استقلال کاملا مشخصه. اینجا ببینید این جلالی بود. تا اینجا که اتفاقی نیفتاده و بعد حامدی فر، سیلوا، حالا محمدی. نه، امشب شب گلزنی استقلالی ها نیست. عکس العمل عالی حامد لک. این بار هم ضربه سری که از بالای دروازه به بیرون میره. هرچه که استقلال میزنه به در بسته میخوره. محبی حالا خودش جلو میاد به قلب خط دفاعی. یه بار دیگه واکنش سید حسین. این بار هم چیزی نموده بود که دروازه استقلال باز بشه. عجب بازی شده این بازی. ارسال کوتاه، محبی میتونه بزنه، میزنه و باز هم واکنش خوبی رو نشون میده سید حسین حسینی. نمیذاره دروازه استقلال بیشتر باز بشه. تکل باقری موفق، اونجا رضاونده میفرسته. یه ضربه سر از بلانکو. نه، بلانکو هم نمیتونه. سوت پایان رو به صدا در میارن. ترکمان، فرشید باقری یه نگاه میندازه. حالا اکبری، شوت او و باز هم توپ در دستان سید حسین قرار میگیره و تمام تمام.